و اما ایمیل بعدی. سلام خانم بابک، خیلی خیلی ازتون ممنونم که پاسخ ایمیلمو دادی. من همون دختر 23 ساله‌ای هستم که عشقم بعد 3 سال ترکم کرد و خواستگار نداشتم و میگفتن هیچکی دوستم نداره. گفته بودید نقاط ضعف و قوتمو بنویسم براتون. راستش خیلی با محبت‌های بیش از حد طرف مقابل رو با رابطه لوسش میکنم و معمولاً رابطه هام نابرابره. تو سن خیلی کمی بودم که کارام رو خودم انجام میدادم، از درس گرفته تا کارهای شخصی. دانشجوی فوق لیسانس هستم و شغلی ندارم فعلا و تا به حال جایی سر کار نرفتم. از خانواده و اطرافیانم به خاطر مجرد بودنم خیلی سرکوفت میشنوم. تا حالا ندیدم کسی به هم افتخار کنه یا تشویقم کنه. همه عمرم سرزنش شدم. مادرم میگه ازم راضی نیست. از پدرم وحشت دارم چون هم خیلی خسیسه و هم اصلا خانواده براش مهم نیست و یه آدم عصبیه. خانواده من محبتشون رو با پول نشون میدن. مشاوره که میرفتم دکتر به هم گفت کمبود محبت و احساسات سرکوب شده دارم و از نظر عاطفی سیری ناپذیرم و هرچی محبت میبینم مثل یک قطره تو دریاست. من از شدت استرس و فشارهایی که به هم وارد میشه توی این سن 23 سالگی بیماری های روانی تنی گرفتم. از ازدواج هم وحشت دارم. وقتی 3 سال عاشقانه کسی رو دوست داشتم و انقدر ادعای دوست داشتنم رو داشت میگفت وابستم نشو، نمیخوام دلت بشکنه، ولی آخرش خوردم کرد. چه تضمینی وجود داره که یه آدم دیگه همین کار رو نکنه باها، مخصوصا منی که هیچ جذابیتی برای جنس مخالف ندارم. زندگی اصلا برام جذاب نیست. انگار موفق بودن فقط تو ازدواج کردنه. ممنون میشم اگه راهنماییم کنین. ببین عزیزم، تو همش 23 سالته، هنوز خیلی وقت برای ازدواج داری. یک عشق شکست خوردم که تجربه عشق شکست خوردم که داری حمل میکنی با خودت. آیا اون عشق شکست خورده رو طلاق عاطفی سالم دادی؟ یا اینکه هنوز داری بهش فکر میکنی، یا اینکه هنوز دلت واسش تنگ میشه؟ این یه سواله که باید خیلی جدی بگیری و بری برنامه های طلاق عاطفی رو نگاه کن. به اضافه اینی که متاسفانه میگی خانواده لطف ندارن، از پدر که وحشت داری، مادرم که همش سرکوف میزنه. آخه مادر، بچه 23 سالت رو چی میخوای ازش؟ چرا سرکوف میزنه؟ چرا میخوای شوهرش بدی زودتر؟ چرا میخوای شوهر کنه؟ همش 23 سالشه. بذار خودشو پیدا کنه. فردا با یه بچه برنگرده تو خونه تو. روی سخن من به همه مامان و بابا هست. چرا وقتی که احساس میکنن بچهشون کمبود محبت و عشق داره، هیچ وقت، هرگز دیر نیست. فکر نکنین که دیگه دیر شده، بزرگ شده. انسان تا آخر عمرش تشنه عشق و محبت. دوست داره محبت رو. دوست داره توجه رو. دوست داره تشویق و تقدیر رو. به جای اینکه تشویق و تقدیر بکنید، چرا تقبیحش میکنید؟ چرا اینقدر تحقیرش میکنید؟ دلیل شما چیه؟ اگر الان رو خط بودی میخواستم ببینم چرا ما مادر و پدر اینجوری با تو رفتار میکنن؟ دلیل اونا برای تو چیه؟ آیا فکر میکنن تو لوسی؟ آیا فکر میکنن تو همش میخوای جلب توجه بکنی؟ یا گدای عشقی که هستی؟ تو گدای عشق و توجه هستی. اما الان 23 سالته. دیگه باید از اون تجربه تلخی درس بزرگ بگیری. بیماری‌های روانتنی تو قابل علاجه. فقط به یک شرط. به شرطی که کمک خوب. حالا که میگی وضع مالی به نظر میاد وضع مالی شما خوب. پس به راحتی برگرد. قبلاً هم پیش مشاور یا روانشناس رفتی. پس برگرد، شما باید هفتگی روانشناس تو ببینی. که دقیق روی تیکه که این گودال‌های شخصیتی تو کار بکنه، که شما خودتو پیدا کنی دوباره. بیماری های روانتنی از کمبود عشق و محبت میاد. بیماری های روانتنی از تحقیر میاد، از مقایسه میاد. بیماری های روانتنی از گدای عشق بودن میاد. ایناست که شما رو گرفتار کرده و هرچی بیشتر شما بنالی از درد فیزیکی،
خانواده بیشتر از شما خسته میشن و هر مردی بیشتر خسته میشه، چون هیچ کس قوت ببین مادر خود آدم حوصله آدمو نداره. پس کمک حرفه‌ای تو ترک نکن، همینطور ادامه بده با اون فردی که داری میری و باش راحتی، و این بار دیگه حالا باید خودتو دریابی. اینجا باید یه تولد دوباره با روانشناست انجام بدی. بگو میخوام یه تولد دوباره با من انجام بدی، میخوام دوباره با تو توی دنیای تراپی توی این جلسات پیدا کنم، خودم درست و اصولی خودم رو این بار بزرگ کنم. من همیشه اینجوری با مراجعینم بهشون میگم امروز به دنیا آمدی، بیا این کودکی درونت رو درست و اصولی بزرگش کن. و این دست شماست در درجه اول که بتونی خودتو پیدا کنی، خودتو دریابی، خودتو قبول داشته باشی. شما خودت هم خودتو قبول نداری. ببین یه خانوم 23 ساله شاید بعضی وقتا رفتارت واقعا بین 5 تا 8 سال است و رفتار بلوغ رو نشون نمیدی که احترام مثل یه بالغ بهت احترام بذار. نمیدونم، من همینطوری دارم میگم. به هر حال میخوام به خودت همونطور که گفتم رو به ضعفات نگاه کن. رفتی نگاه کردی شما مهرطلبی، برنامه تضادهای درونی رو مهرطلب، برتری طلب، انزوا طلب رو نگاه کن. برنامه انسان، فرق بین انسان حساس و انسان با احساس رو نگاه کن. برنامه مثلث قربانی رو نگاه کن. برنامه بیماری های روانتنی رو نگاه کن. من بالای 1500 تا کلیپ هستش. و حالا چه برنامه من رو نگاه کنی چه روانشناس های دیگر رو، شما باید بری همینطور هی استادی کنی، هی بری خودتو پیدا کنی. یعنی فقط با روانشناست هم نه، خودت هم باید تلاش کنی بگی من میخوام بزرگ شم، من میخوام از این بیماری های روانتنی نجات پیدا کنم، چون دردناکه. من میفهممت، من درکت میکنم، درد داری، ولی درد همه عصبیه و همه رو خسته میکنه، به من جمله که خودت اصلا بیشتر خسته میکنه. توقع تو از ازدواج بیار پایین، سفت و محکم رو خودت کار کن، رو اعتماد به نفست کار کن، رو دوباره سازی شخصیتت کار کن. مهم نیست چقدر طول میکشه، اصلا مهم نیست، چون همش 23 سالته. انقدر خودتو چوب نزن به خاطر اون عشق درب و داغونی قبلی. گدایی عشق رو هم یاد بگیر که هرگز عشق رو گدایی نکنی و مهرطلبی نکنی، بشی انسان مهربان. چون یه برنامه کلیپ دیگه هست، فرق بین انسان مهربان و انسان مهرطلب. قشنگ اینا رو خودت کار بکن، ببینو وقت چه بانوی از خودت میسازی. و گود لاک.